سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس میخوایم امروز با هم صحبت کنیم راجع به یک پدیده بسیار جدید به نام خود الگایی که پدیده که خیلی جالبه و یه خورده هم اول باورنکردنی به نظر میاد تا الان ما همه ی نیروی محرکه القایی دیدیم به این شکل بوده که مثلا من یک حلقه داشتم که یک میدان مغناطیسی در این راستا مثلا ازش با عبور میکرده و من میومدم اندازه این میدان رو به یه نحو خارجی می میکردم خب یه جوری نمیدونم چه جوری یا مثلا این حلقه رو میکشیدمش یا زاویش رو با این میدان عوض میکردم در همه این, عو... این حالتها یک عامل خارجی بود که داشت شار رو تغییر میداد خب حالا بیاید بریم سراغ این شکلی که من اینجا آوردم و من قبل از اینکه بخوام لا روی به خودلقای حرف بزنم فرض کنید که من در این شکل یه همچین شکلی دارم یعنی یک منبع تغذیه وصل شده به یک مقاومت متغیر به نام یا روستا که بعدش این میاد وصل میشه به یک سیم دوله اولش فرض بکنید که این روستا در حد اکثر حالت خودشه الان جریانی که از این مدار عبور میکنه در این جهت درسته و برابر هست با منبع تغذیه یعنی ای تقسیم بر مقاومت رئوستا قبوله پس یه جریان آیی داره از این مدار عبور میکنه خب من اسمش میذارم آی کوچیک حالا اگر من بیام و این رئوستا رو کمی بیارم این ورتر چه اتفاقی میفته فرض کنید اینو هم خیلی آروم حرکت بدم اتفاقی که میفته اینه که این آر کوچیک میشه یعنی آر میره پایین بنابراین جریان زیاد میشه قبوله وقتی که این جریان زیاد میشه میدان مغناطیسی که داخل این سیملوله من تشکیل شده زیادتر میشه خب یعنی من قبل از اون اصلا باید به شما میگفتم که وقتی از این سیملوله جریان عبور میکرد یادتون هست که داخل سیملوله یک میدان مغناطیسی تشکیل میشد که اندازه این بی بود میو سفر ان الوم ان تعداد دورها L طول سیملوله ضرب در آی بود دیگه درسته این میدان مغناطیسی داخل سیملوله بود جهتش هم از قانون دست راست به دست می اومد یعنی اگه شما شستتون رو بگیرید به طرف پایین میبینید که جهت حرکت دست هاتون داخل این سیملوله به سمت اینور هست قبوله؟ الان میتونید این کار رو بکنید به عنوان امتحان و ببینید که داخل سیملوله میدان مغناطیسی در این جهت خواهد بود خب حالا وقتی که این آی زیاد میشه طبق این فرمول وقتی که این آی میره بالا میدان مغناطیسی میره بالا قبوله؟ و بنابراین شار میره بالا چرا؟ چون شار برابر هست با بی ای کوسینوس تتا بنابراین وقتی که آی میره بالا در نهایت شار میره بالا و شار داره تغییر میکنه وقتی که شار مغناطیسین داخل تغییر میکنه داخل سیم دوله من نیروی محرکه القایی پدید میاد که این نیروی محرکه القایی بر اساس قانون فارادی برابر هست با منفی دی شار به دی تی و بر اساس قانون لنز این نیروی محرکه القایی باید در جهتی باشه که با اون عامل به وجود آورنده تغییر شار یعنی در حقیقت با تغییر شار مخالفت بکنه. اگه شار داره کم میشه اونو زیاد بکنه، اگه شار داره زیاد میشه اونو کم بکنه و اینجا طبق قانون لنز برای اینکه مخالفت بکنیم ما با این عامل تغییر که زیاد شدن این جریان هست، باید جریانی در جهت عکس این جریان شکل بگیره. قبوله. بنابراین نیروی محرکی القایی در نهایت یک همچین مثلا من میتونم اینجوری بگم یک همچین شکلی خواهد داشت مثلا فرزن این شکلی میشه و بنابراین مدار من این شکلی خواهد بود که اینجا من یک نیروی محرکی القایی دارم که طبق قانون فارادی برابر هست با دی شار به دی تی خب به این پدیده ما میگیم خود القایی پس بیاد یک بار دیگه مرور کنیم که خود القایی چی بود داستانش خود القایی اینجوری بود که وقتی من این مقاومت رو کم می کردم به نحوی که این جریان باعث می شد زیاد بشه میدان داخل سیملوله زیاد می شد و وقتی میدان داخل سیملوله زیاد می شد شار مغناطیسی عبور از عبوری از سیملوله زیاد می شد و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فارادی تغییر شار نیروی محرکه‌ای به این اندازه ایجاد می کرد. و وقتی این نیروی محرکه ایجاد میشد جهت این نیروی محرکه به نحوی بود که با این تغییر شار مخالفت بکنه پس باید با این جهت جریان مخالفت میکرد پس جریانی در جهت عکس در سیملوله من جاری میشه که اسم اینو من میذارم جریان الغایی خب حالا نکته ای که اینجا وجود داره یعنی ما میتونیم اینو حتی بیایم یه خورده با هم دیگه دقیق تر بررسیش کنیم چه شکلی میتونیم این کارو بکنیم اصلا بیایید فرض بکنید که این سیملوله میتونه هر شیء یا هر در حقیقت عنصر الکتریکی یا مغناطیسی دیگه ای باشه به نحوی که میدان مغناطیسی داخل اون متناسب باشه با جریانش خب این علامت متناسب هست حالا سیملوله یک عنصر مغناطیسی که این ویژگی رو داره پیچه یک عنصر دیگه مغناطیسی که این ویژگی, ویژگی رو داره و غیره هر عنصری که میدان مغناطیسی داخلش متناسب هست با جریانی که داره ازش عبور میکنه خب بنابراین شار مغناطیسی داخل اون متناسب خواهد بود با جریانی که ازش عبور میکنه قبوله چرا چون شار برابر هست با بی ای کسینوس تتا دیگه بنابراین شار متناسب میشه با جریانی که ازش عبور میکنه این به این معنیه که اگه جریان دو برابر بشه شار هم دو برابر میشه خب من میتونم اینو بیام بنویسم به این شکل بگم شار عبوری برابر هست با یک ضریب ثابتی اسمش رو میذارم مثلا B ضرب در جریان پس این یک ضریب ثابت هست یادتون باشه من همیشه وقتی میدونم یک چیزی متناسب هست با یک چیز دیگه ای میتونم بگم مساوی هست با یک ضریب ثابتی زب داره اون چیز که این ضریب ثابت تابعی از ویژگی های ذاتی این جسم یعنی مثلا تعداد دور سیملوله تعداد دور پیچه طول سیملوله یا مثلا شعاع پیچه و و و بنابراین من میتونم اینو بنویسم خب حالا طبق قانون القای الکترومغناطیس فارادی مقدار نیروی محرکه القایی که یک دور از این سیملوله من یا یک دور از پیچه من ایجاد میکنه برابر هست با منفی دی شار به دی تی که این مساوی میشه با منفی دی بی ضرب در آی به دی تی که بی ثابت از مشتق میاد بیرون میشه منفی بی دی آی به دی تی پس میزان نیروی محرکه القایی یک دور از سیمدوله من یا یک دور از پیچه من میشه منفی بی دی آی به دی تی یعنی هر چقدر نرخ تغییر جریان بزرگتر باشه نیروی محرکه القایی بیشتر میشه خب پس یادتون باشه خود جریان مهم نیست چقدره نرخ تغییرشه که برای من مهمه چقدره یعنی من با چه سرعتی این مقاومت رو تغییر بدم و روستا رو کم یا بزرگ بکنم مقاومتش رو خب بنابراین کل نیروی محرکه القایی که ایجاد میشه در سیملوله پیچه یا اون عنصر مغناطیسی من که ان دور داره برابر میشه با منفی ان ضرب داره بی دی آی به دی تی چون همه اینها با هم جمع میشن و در یک جهت نیروی محرک القایی ایجاد میکنه خب حالا من میام و اسم این پدیده رو یعنی n ضرب در بی رو یا در حقیقت مثبتش رو یعنی اسم این پدیده خود n ضرب در بی رو میذارم l پس اسم l مساوی میشه با n ضرب در بی و میتونم اینو بنویسم منفی l دی آی به دی تی درسته من کاری نکردم دیگه فقط اومدم اسم گذاری کردم قبل از اینکه بخوام بیشتر پیش برم بیاید یک بار دیگه با هم مرور بکنیم ببینید من گفتم که میدان مغناطیسی داخل یک سیملوله یا پیچه یا هر عنصری که عنصر مغناطیسی که ناشی از جریان میدان مغناطیسی تولید میکنه متناسبه با جریان خب طبق مثلا این فرمول دقیقا متناسب هست با جریان و از طرف دیگه شار متناسب با ببخش متناسبه با میدان مغناطیسیه پس شار متناسب میشه با جریان یعنی من اگه جریان رو دو برابر کنم شار دو برابر میشه و من میتونم بگم که شار برابر هست با یک ثابتی ضرب در جریان یعنی از این نتیجه میگیرم و بعد دی شار به دی تی برابر میشه با منفی بی دی آی به دی تی که این نیروی محرکه القایی ناشی از یک دور این سیملوله یا پیچه منه و نیروی محرکه القایی کل میشه N برابر این یعنی N B D I به D T من اسم N B رو میذارم L و این میشه نیروی محرکه القایی سیملوله ی من قبوله؟ خب این L از مشخصات ساختمانی سیملوله یا پیچه منه یعنی بستگی به تعداد دور داره پس اینو من می نویسم مشخصات ساختمانی بستگی به تعداد دور داره طول داره جنس داره جنس هسته چیه و و و و اسم این ال رو ما میذاریم ضریب خود که هر چقدر بزرگتر باشه با یک میزان ثابت تغییر جریان به نسبت زمان نیروی بزرگتری ایجاد میشه خب اسم این میشه ضریب خود بعضی وقتا هم بهش میگیم القاییدگی و واحد این ضریب خود هست هانری که من اون رو با اچ نشون میدم و اینو اولین بار آقای هانری کشف کرد برای همین مثل همه واحد های فیزیکی اونی که اولین بار کشف میکنه میشه هانری که میتونیم طبق این فرمول هم ببینیم دیگه که این ال اگر واحدش هانری باشه اینم که ولت اینم آمپر اینم زمانه پس هانری میشه ولت ثانیه تقسیم بر آمپر خب و بنابراین اگر این دی آی به دی تی من برابر با یک باشه فرض کنید دی آی به دی تی مساوی هست با یک یعنی نرخ تغییر جریان یک آمپر بر ثانیه باشه در این صورت یک هانری ضریب خودالقایی سیملولهایه یا پیچهایه که با نرخ تغییر یک آمپر بر ثانیه یک ولتاژ نیروی محرکه القایی در اون تولید بشه درسته یعنی اگر این یک باشه این هم یک باشه در این صورت این المن یک هانری خواهد بود خب من به این پدیده میگم زریب خود سیملوله یا القایدگی واحدش هم هست یک هانری و کلا به مجموع اینها میگم پدیده خود که در سیملوله پیچه یا انصارهای مختلف میتونه رخ بده حالا من میتونم الان یک مثال بذارید مثال و کلا بحث بیشتر در مورد سیمدوله رو بذاریم در ویدئوهای بعد فعلا خداحافظ